حوزه مسکن و املاک مستغلات از اون حوزه هایی است که به نظر من در بازار سرمایه مخفول مونده و خیلی بهش پرداخته نشده. کسی که میخواد وارد حوزه ساختمان بشه حتما باید یک پول درشتی داشته باشه، مخصوصا با این افزایش قیمت ها، که بتونه یک واحد کامل رو بخره. انشالله ما بتونیم با راه اندازی این اون فروش متری مسکن رو هم که عنوان شده بود تقریبا با همین ابزار میتونیم محقق بکنیم. یعنی در واقع کسی که نمیتونه یه ملک کامل رو 100 متر 150 متر 80 متر رو بخره، ولی میتونه به اندازه 1 متر 2 متر بخره، پس اندازاشو جمع بکنه، به مرور هر مبلغی که دستش میاد بیاد خریداری بکنه و بخش بانکی یکی از بخشایی که از این ابزار میتونه برای افزایش نقشه‌بندی دارایی‌های راکد خودش که املاک و مستغلاتی در سایزهای بزرگ که امکان فروشش به صورت یکجا وجود نداره، ولی از طریق این صندوق‌ها امکان در واقع اوراق بهادار کردن اونها و بالا بردن نقشه‌بندیشون فراهم خواهد شد. با وجود اینکه تجربه بسیار ارزشمندی در دنیا برای اینکه از این گره‌گشایی استفاده بشه وجود داشت، متأسفانه ما بسیار عقب بودیم در کشور و واقعا امروز خوشحال کننده است. خب اولین خاصیت و فایده صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات این است که می‌توانند گام به گام، قدم به قدم، واحد به واحد کمک بکنند برای اینکه خانوارها امکان این رو داشته باشند که به شکل تدریجی سرمایه‌های خردشون رو در بخش مسکن ورود بکنند. صندوق‌های املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات این رو هم فراهم می‌کنند که ما بتوانیم قدرت نقدشوندگی دارایی‌ها رو در کشور افزایش بدیم. از همکاران خودم در بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد می‌خوام که به طور ویژه از این ابزار استفاده بکنن برای اینکه مسئله نقدشوندگی دارایی خودشون رو هم اصلاح بکنن. یکی از دلایل اینکه بورس دچار صدمه شد عدم وجود نهادهای حرفه‌ای به صورت گسترده و حضور سرمایه گذاران به صورت عام بود. یکی از پیگیری‌ها و تلاش‌های ما باید بر این باشه تا جایی که می‌توانیم نهادهای حرفه‌ای در بازار فعال شوند و اینها جای سرمایه گذاری مستقیم مردم رو در بورس جایگزین شوند. قسمتی از بازار همیشه فریز شده و گاهی اوقات دامن میزنه به افزایش قیمت ملک. اگر ما سازوکاری داشته باشیم که این دارایی‌ها بتونه بیاد در بازار معامله بشه، یک فرصت مغتنمیه که هم دارایی‌ها رو مولد کردیم هم بازار مربوطه رو به تعادل رسوندیم. متاسفانه ما تا الان ابزار این که به صورت فعال مردم بتونن هر اندازه‌ای که بخوان در این زمینه سرمایه گذاری کنن نداشت. مهمترین ویژگیش اینه که هر کس با بضاعت خودش میتونه در این بازار سرمایه گذاری کنه. هرچه ما ابزارهای بازار مالی رو توسعه بدیم به نقش آفرینی بیشتر اون بازار در اقتصاد ملی کمک میکنیم. چون من هنوز مستاجرم، همیشه هی ما پول جمع میکنیم یه چیزی بخریم، هی میپرید میرفت بالا، باز ما عقب میموندیم. خلاصه این دغدغه‌های شخصی خیلی مهمه دیگه. حالا الان دیگه فکر کنم میتونم یه بخشی از این پولی که هنوز دارم، یه بخش برای پول ملک رو، این رو بیام یکی از این، حالا این صندوق خودمون رو که نمیتونم بخرم، ولی بعدیا بیاد انشالله بتونیم با همون مقدار پولی که داریم بالاخره از بازار و از تورم ملک عقب نمونیم. صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات میتواند بستری برای حسن و تدبیر باشد، یعنی سرمایه های اندک رو، ثروت اندک رو به ثروت کثیر تبدیل کند. شاید مهمترین دغدغه هر خانوار و هر جوان ایرانی دغدغه مسکن باشد. ما هم میتوانیم مولدسازی املاک دولتی رو داشته باشیم، هم بخش خصوصی میتواند سرمایه اش را، ملکش را بیاورد، و هم سرمایه های خرد، هر کس
به اندازه وسعش هر کس هر چقدر توان دارد وارد این بازار میکند و یکی از ویژگی های ممتازش اینه که سوخت و سوز ندارد. ویژگی بعدیش قدرت نقد شوندگی سرمایه است. مثل الانگویی هست که خانم ها دارن، هر وقت نیاز داشتن میتونن ببرن در بازار عرضه بکنن و وجهش را به روز دریافت.